کشمکش خاموش بر سر جانشینی مارشال دوستم. به نام خدا و با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل از گزارشنامه افغانستان، کشمکش خاموش بر سر جانشینی مارشال دوستم. عامل مسمومیت مارشال دوستم دستگیر نشده است و وضع ایشان نیز تا کنون به حالت اول بر نگشته است. در داخل تشکیلات جنبش ملی اسلامی و جامعه ترک تباران تحرکات بر سر مدیریت آینده پس از مارشال دوستم دوباره به جریان آمده است. ماه گذشته مارشال دوستم و یار محمد قمندان پسرش ناگه به گونه بی پیشینه مسمون شدند. اگر به ازبکستان و ترکیه نمی رفت هلاک می شد. یار محمد که جوان و پرمقاومت بود زودتر بهبود یافت، اما وضع بهداشتی مارشال که غیر از آن همچنان اطمینان بخش نبود تا کنون به حالت اول بر نگشته است و نگاره ای را که می‌بینید وضعیتی است که هیچگاه در گذشته دیده نشده است. جنبشی ها تمام اطرافیان و نزدیکان مارشال را تعقیب می کنند تا بفهمند این خیانتکار چی کسی بوده است، ولی گمان نمی رود بتوانند خائن را شناسایی کنند. حقیقت این است که سایه هیبتناک مارشال برای افرادی که صابون غنی و عبدالله به جانشان خورده قابل تحمل نیست. به اضافه جریان ایشچی و جنرال ملک، یک حلقه داخلی که چندان مجهول و ناشناخته هم نیست، از مدتها پیش انتظار دارند که مارشال دوستم سربه نیست شود و پسرش باتور دوستم جایش را بگیرد، زیرا باتور دوستم جوان بی جرأت، کم شهامت و فاقد بلوغ و دانش سیاسی و زیرکی سازمانی است و هست جاه طالبان نو به دوران رسیده. در موجودیت مارشال دوستم جوابهای خود را به تعبیر می بینند. چندی پیش یک خبرنگار در جریان مصاحبه از مارشال پرسید که بعد از شما چی کسی می تواند رهبر حزب و جانشین شما باشد؟ البته قبل از این سوال از مارشال پرسیده بود که شما را متهم می کنند که تمام قدرت و رهبری حزب را به پسران و دختر خیش سپرده و حزب جنبش را میراثی ساخته اید. مارشال در جواب گفت: بعد از من دکتر بابر فرهمند میتواند رهبر حزب و جانشین من باشد. حالا مردم تبصره میکنند که آیا بابر فرهمند آن خبرنگار را تطمیع کرده و سوالات را خودش به او سپرده بوده است؟ تا از زبان دوستم سند مبتنی بر تثبیت جایگاه خودش از زبان مارشال دوستم ثبت حافظه رسانه ها کند. از این قرار سوال برجسته میتوان که بابر فرهمند و شرکا در روزهای قبل و بعد از مذمومیت مارشال دوستم مشغول چی کارهایی بوده است؟
با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، کانال یوتیوب پیام روز را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما نیز با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. امید که زنگ آگاهی را فشار دهید.